به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. آرزومندیم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و برای حمایت از ما این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. رئیس اجرایه با جلالت ماب آمده کرده رئیس جمهوری پیشین دیدار کرد. دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرایه جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر دیروز یک شنبه 12 اقرب 1398 با جلالت ماب آمده کرده رئیس جمهوری پیشین در دفتر کارش در قصر سپیدار دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره تلاش ها برای دست یافتن به صلح و آخرین تحولات سیاسی در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. دو طرف صلح را از اولویت های مردم افغانستان خواندند و بر همکاری ها میان دو طرف برای دست یافتن به صلح تاکید کردند. دو طرف همچنان از تلاش ها برای زمینه سازی برای گفتگوها و صلح دائمی از سوی دوستان افغانستان قدردانی نمودند. همچنان بشیر احمد قاسانی در صفحه رسمی فیسبوکش نوین نگاشته است. منبع: دکتر عبدالله عبدالله در دیدار امروز با حامد کرزی گفته است که برای تأمین صلح در کشور یک روز بعد از اعلام پیروزیش در انتخابات آماده است که کنار برود. در امین حال شاه حسین مرتضوی در صفحه رسمی فیسبوکش شوین نگاشته است: فاز سیم کلید خورد. حامد کرزی از مخالفان سرسخت برگزاری انتخابات بود. او در این مدت هیچ اظهار نظری درباره انتخابات نداشته است، اما در خفا نشست های دوامدار در رابطه به موضوعات مختلف از جمله حکومت موقت داشته است. رابطه دکتر عبدالله عبدالله در انتخابات دور گذشته با حامد کرزی به شدت تیره شد. حتی یک بار که آقای غنی در یکی از برنامه های سلامخانه ارگ در مراسم تجلیل از یکی بزرگان قندهار از حامد کرزی به نیکی یاد کرد، آقای دکتر عبدالله عبدالله عصر همان روز بیانه داد و تندترین انتقاد را با آدرس آقای غنی نثار کرد. وی همچنان برای مدت طولانی از حضور در ارگ پرهیز کرد. حالا آقای دکتر عبدالله عبدالله به آقای کرزی چراغ سبز نشان داده است. ظاهرا وی بعد از اتهامات سیاسی مبنی بر تقلب و اتهامات دیگر اکنون وارد فاز سیوم می شود. کمیسیون انتخابات قرار است در 23 اقرب نتایج ابتدایی را اعلام کند. به نظر می رسد که بعد از اعلام نتایج دکتر عبدالله عبدالله وارد سوندی سیاسی با محوریت فاز سیوم خواهد شد. دوستان عزیز، خبری که خدمت شما تقدیم کردید نقل شده از فیسبوک رسمی ریاست اجرایه بشیر احمد قاسانی و شاه حسین مرتضوی بود و تیم کاری کانال جنرال انفو در این باره کدام نظری ندارد. روند بازشماری آرا فردا آغاز می شود. شمار از دسته های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود 300 هزار رای تاکید دارند. کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که قرار است روند بازشماری آرا در 34 ولایت فردا دوشنبه 13 اقرب آغاز شود. روند بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان در حال آغاز خواهد شد که هنوز هم شمار محل های رای دهی روشن نشده است. شرکت در ملوک که فراهم کننده دستگاه های شناخت بایومتریک است، هفته گذشته اعلام کرد که بیش از 137 هزار رای به گونه خودکار در بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات قرنطینه شده است. اما اکنون شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید که این آرا تقلبی هستند و نتایج انتخابات را تغییر خواهد داد. این شورا تاکید دارد که این آرا باید باطل اعلام شود. امایون جریر عضو دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار گفت یک تقلب هجومی و سازمانیافته صورت گرفته است، به خاطر اینکه برای مردم افغانستان دستبرد بزنند و نتیجه انتخابات را تغییر بدهند. شهاب حکیمی نامزد انتخابات ریاست جمهوری و عضو شورای نامزدان نیز بیان داد شورای کاندیدان به این عقیده است که اگر رای تقلبی باشد و توسط همان یک رای تقلبی یک نفر به ریاست جمهوری میرسد، قطعا نتیجه را قبول نمی کند. در امین حال شمار از دسته های انتخاباتی دیگر بر باطل شدن در حدود 300 هزار رای تاکید دارند
و میگویند که این آرا قبل و پس از برگزاری انتخابات در دستگاه‌های بایومتریک ثبت شدند. نوررحمان اخلاقی مسئول فنی دسته انتخاباتی دکتر عبدالله بیان داشت. حدود 100 هزار رای دیگر است که باید باطل شود و حدود 50 تا 70 هزار رای دیگر آرایی هستند که از روی عکس است و آرایی هستند که عکس مشابه با استاندارد پایین تشخیص داده شدند. قادر اودخیل ناظر دسته انتخاباتی اشرف غنی هم اظهار داشت این یک مشکل تکنیکی کمیسون بود و این مشکل حل شد و نباید کسی به این کار عنوان تقلب را بدهد. اما کمیسون مستقل انتخابات میگوید که تاکنون درباره این آرا تصمیم گرفته نشده است. کمیسیون مستقل انتخابات در نخست اعلام کرد که نزدیک به 2,700,000 رای در انتخابات ریاست جمهوری استعمال شده است. اما پس از بررسی های چندین روزه این نهاد روز گذشته شمار آرای ثبت شده در دستگاه های شناخت بایومتریک را 1,800,000 گفتند. کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا همایون قیومی را فراخواند. منبع خبر طلوع نیوز. کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا به علت آنچه که گماشته شدن های غیر قانونی و در بدل پول در شمار از گمرک ها و چالش های دیگر در وزارت مالیه می گوید همایون قیومی سرپرست این وزارت را دیروز یک شنبه 12 عقرب در یک نشست فوق العاده فراخواند. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا در آغاز نشست درباره فروش زمین های دولتی به شمار از نهادهای خصوصی، تنخواهایی که همایون قیومی از یک نهاد آمریکایی در هنگام وظیفه‌اش همچون مشاور رئیس جمهور دریافت کرده است، چگونگی در حدود 700 میلیون افغانی بودجه وزارت دولت در امور سال و تلاش حکومت برای گرفتن قرضه 8 میلیارد دلاری از کشورهای عربی از آقای قیومی پرسید. اما او تنها درباره گرفتن پول از بانک های عربی پاسخ روشن داد. همایون قیومی در این باره گفت پارلمان که تصویب کرد بعد از آن قرضه گرفته می شود. تا حال یک افغانی هم قرضه گرفته نشده و در پلان خودکفایی هست و نیم میلیاردی که ذکر شده یک اندازه زیاد هم از سرمایه گذاری خصوصی خواهد بود. زلمه زابلی رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا در بخش دیگر از سخنانش درباره تقرری های غیر قانونی با امضاهای جعلی آقای قیومی و در بدل 50 تا 250 هزار دلار در گمرک های ایرات، نیمروز، فرا و کندوز پرسش های را مطرح ساخت. این را شما مقرر کرده اید اما این مردم نه اسناد دارند و نه تجربه دارند. همایون قیومی اما در این باره این گونه پاسخ داد. مسئله امضای جعلی و تمام اسناد روان شده به دفتر سارنولی. آقای زابلی در ادامه سخنانش محمد خان دانشجو رئیس عمومی مالی و اداری وزارت مالیه را به دزدی و نپرداختن 70 میلیون افغانی پول حکومت متهم ساخت. اما آقای قیومی در این باره اظهار بیخبری کرد. رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایت های مجلس سنا در اخیر سخنانش اتهام های دیگری را نیز درباره قراردادهای غیر قانونی وزارت مالیه با شمار از سناتوران مطرح کرد. هر سناتور یک پروژه کم مصرف و بسیار ضروری را برایتان گفت. باور کنید که بدون دو و یا سه سناتور صاحبانی که به هر ترتیبی که بود یا آمدن یا واسطه کردند که من خبر ندارم. متباقی 31 ولایت شما چه نکردید؟ سرپرست وزارت مالیه در این باره بیان داشت. همین پول از امین خاطر به همین می باشد که سناتوران محترم و دیگر وکلای محترم و بزرگان خود قوم با هم بنشینند و فیصله کنند که به کدام پروژه می توانیم آن را بدهیم. با این هم آقای قیومی درباره چگونه گرفتن تنخواهایش از نهادهای آمریکایی جزئیات بیشتر نداد. برخی از سندهایی که به ترونیوز رسیدند نشان می دهند که همایون قیومی مشاور بلندپایه رئیس جمهور غنی و سرپرست وزارت مالیه در سالهای 2015 و 2016 میلادی همزمان با کار در حکومت افغانستان از یک دانشگاه آمریکایی همچون رئیس اداره چهارم این دانشگاه نیز تنخواه می گرفته است. بر بنیاد این سندها دانشگاه سن خوزه ایالات کالیفرنیا در سال 2015 بیش از 450 هزار دلار و در سال 2016 بیش از 270 هزار دلار به محمد همایون قیومی تنخواه داده است. سندهای دیگر نیز نشان می دهند محمد همایون قیومی در سالهای 2016 و 2017 میلادی از بحر کار در یک نهاد غیر دولتی آمریکایی زیر نام اینستیتوت مؤثریت دولت ها که بنیاد گذار آن اشرف غنی نزدیک به
$360,000 تنخوا گرفته است. این سندها می رسانند که محمد اموین قیومی همزمان از 3 نهاد تنخوا می گرفته است. سپاس از این که با ما بوده. تا ویدئوی دیگر، بدرود.